گلبدین حکمتیار در فرجامین مرحله گفتگوهایش با کابل، کشتن ملا منصور رهبر پیشین طالبان را به شدت نگاهش کرده و با گروه طالبان اعلام همدردی کرده است. اکنون آگاهان می‌پرسند کسی که هنوز هم با گروه‌های هراس افکن پیوند دارد و با هراس افکنان همدردی نشان می‌دهد، چگونه با گرفتن امتیازهای کلان به کابل آورده خواهد شد؟ وظیفه حکومت افغانستان هم است که ملت افغانستان را معلومات بده که روی چی اصول با حزب اسلامی مذاکره کرده، روی چی مسائل و موافقه رسیده، در خفا نباید صحبت کنند. این موضع‌گیری گلبدین حکمتیار با واکنش‌های تند شماری از شهروندان کشور نیز روبرو شده است. خرابی که به کابل تا فعلا هم وجود داره، اگر فکر میکنم این خرابی ها از دید مردم فرو نرفته، به یاد تک تک ما هست. طالبان مردم رو میکشه، فتیازی بچه امید نکنم. در این میان مشاور روابط جهانی شورای عالی صلح در این باره چنین میگوید: او گپ دقیق است که هیچ گونه رابطه، یعنی رابطه نه ارگانیک، نه رابطه در جنگ، نه رابطه در به اصطلاح خشونت و اینها داشته باشه، نباید داشته باشه. قطعی خونریزی را تضمین بکنن و تضمینات قوی باید موجود باشد که نیروهای مخالفین تقویه نمیکنن و ترک از جنگ به اصطلاح این شرط اولی است. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پس از چند هفته گفتگو با حکومت روی یک موافقتنامه صلح توافق کردند. گفته می شود که این توافقنامه به گلبدین حکمتیار فرستاده شده است تا آن را امضا نماید.